بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا و محمد وعلى آله وصحبه اجمعین خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم عرض ادب و سلام دارم امیدوارم که الله متعال به شما صحت و تندرستی و به همین صورت سعادت و خوشبختی رو نصیب بکنه همه ما رو در سایه حمایت خودش و در سایه لطف خودش در مسیر صحیح و خوشبختی به ما موفقیت رو عنایت بکنه گفتیم که ذکر یا یاد آوردن یکی از مهمترین نیازهای انسان هست و فراموشی یکی از مهمترین آرزه هایی هست که بر انسان وارد میشه. و ما هم برای اینکه به خاطر بسوریم و چیزی رو بیاد داشته باشیم و به آرزه فراموشی دچار نشیم، خیلی از اموری که برامون حائز اهمیت هست رو براش اسباب و وسائلی رو انتخاب میکنیم که یاد آوری رو موجب بشه گاهی ساعتی هست که برامون یاد آورنده هست گاهی نوشته ای هست که یاد آورنده هست و گاهی شخصی هست که بهش میسپاریم که به یادتون بندازه جالب اینجاست که دین مبین اسلام هم مهمترین اموری که در زندگی باید اونها رو بیاد داشته باشیم و فراموش نکنیم رو برامون یاد آور میشه و برامون بیان میکنه مفصلا برامون توضیح و تبیین میکنه و هم راه به خاطر سپردن و یادآور شدن رو برامون تجویز میکنه هم اولویت ها و اهمیت های امور رو برامون معرفی میکنه و هم برای در نظر گرفتن و غافل نموندن از اهمیت و از حیثیت این امور برامون راهای مختلفی رو تجویز میکنه بر این اساس وقتی ما به از کار نگاه میکنیم یک نگاه شامل و جامعی هست یک نگاه پویا و پرمعنا و مؤثری در زندگی و در ابعاد مختلف فعالیت های فردی و اجتماعی هست متاسفانه عموما ما از مفهوم ذکر تسبیحی رو در ذهن خودمون داریم که از مهره های معینی تشکیل شده و در دست افراد معینی قرار داره گاهی باش بازی میکنن گاهی هم استغفرالله شاد باش ریا هم صورت بگیره و گاهی هم بالاخره یک سری الفاظی رو به زبان میارن که میخوان شمارش معینی رو یا عدد معینی رو با این مهره ها در تکمیل کنند واقعیت اینجاست که این نوع نگاه به ذکر برخواسته از ندانستن و غافل ماندن از حقیقت ذکر و اذکار در دین اسلام است در شریعت محمدی هست صلی الله علیه و سلم قرآن کریم وقتی که ذکر کثیر رو با کسرت یاد آور میشه در موقعیت های مختلف برامون توصیف میکنه و اهمیت این موضوع رو برامون بیان میکنه و به همین صورت جنبه های مختلفی از اموری که باید بیاد داشته باشیم رو برامون یاد آور میشه و سیرت نبوی صلی الله علیه و سلم هم وقتی که برامون به همین صورت با مفاهیم و الفاظ و عبارات متعدد و مختلف در موقعیت های متعدد برامون مطالب مختلف رو بیان میکنه همه اینها بیانگر این هست که ذکر الفاظی بی معنا و عددی فقط در ضمن نظام ریاضی و حساب نیست که ما این الفاظ رو با حساب معین تکمیل کنیم ذکر مفاهیم و معانی بسیار عمیق و بسیار وسیل موثر مؤثر در زندگی ماست که باید ما با اونها روح و روان و زندگی خودمون رو اجین کنیم بایش زندگی کنیم باش نفس بکشیم بایش راه بریم باش فکر کنیم بایش ارتباط با الله یکتا داشته باشیم با خالق زمین و آسمان داشته باشیم و با مخلوق داشته باشیم ارتباط سالم ارتباط درست ارتباطی که مقام الوهیت الله رو هم محفوظ نگه میداره و ارتباطی که مقام اخوت و برادری دینی رو هم با دیگران انسانی رو هم با هم نوعان محفوظ نگه میداره این هست در واقعیت اون که ما به عنوان ذکر میتونیم ذکر بسته شامل و جامعی هست افضل این اذکار و برترشون کلمه توحید و لا اله الا الله هست کلمه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و میگن اگر در پله از میزان قرار بگیره و این کلمه در و دنیا در زمین و آسمان در پله دو دیگرش قرار بگیره این پله خوابیده چرا؟ آیا وزن فیزیکی موضوع مطلب هست؟ یا اهمیت و حیثیت و مقام و نظامند بودن یا پیام آور بودن خب کلمه ای هست وزن فیزیکی نمیتونیم برای ما در نظر بگیریم حیثیت و ارزشی رو میتونیم در نظر بگیریم که در واقع کل این زمین و آسمان بر اساس این کلمه توحید بنا شده و زمین و آسمان ها هم بنا خواهد شد و این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد در نتیجه هر چی هم بذاریم باز هم برابر با کلمه توحید خواهد کرد چون کلمه توحید اساس و پایه جهان آفرینش است بوده و خواهد بود و آفرینش هم ادامه داره و خواهد داشت متاسفانه کلمه توحید رو ما ترجمه ای که شده این هست که وجود یک تای خو... الله رو با اینکه که خدایی نیست مگر خدای واحد یا نیز خدایی مگر الله ما قضیه رو پایان میدیم و فکر میکنیم که ادای معنا و مفهوم کردیم در نتیجه با همین تدائی معنوی هم این از رو به زبان میاریم یا این ذکر رو به زبان میاریم واقعیت این است که ترجمه حقیقی این اثبات یکتایی خدایی الله هست نه اثبات وجودش یکتایی وجودش وجودش وجودی بی همتاش موضوع اساسی نیست که ما در پیام توحیدی بخوایم ادا بکنیم واقعیت اینه که اون که در ارتباط با پیام توحیدی هست خدایی الله هست فرمان روائی و حاکمیت الله هست الوهیت الله هست یک تایی وجود فقط نیست یک تایی وجود برامون وظیفه آفرین نیست یک تایی نقش موجود هست الوهیت الله هست خدایی خدا هست که برامون اهمیت داره و اله در زبان عربی اسم ذات نیست صفتی هست که در برگیرنده تمام صفات کمال و جلال الله متعال هست یعنی هیچ موجودی که صلاحیت و شایستگی الوهیت پرستش دلبستگی وابستگی حاجت روایی و اعتماد کردن از اون وجود رو کسب کردن و حاکمیت و سلطان جهان رو به او از او دونستن وجود نداره فقط او هست حتی خود اصلش ریشه این واژه هم از علیه یعلهو هست که به معنای پناه بردن هست به معنای پناه خواستن هست به معنای عبادت و اطاعت مطلق کردن هست شایستگی تمام صفات که رو اللهی داره که همه این خلائق صفات نیک رو از او گرفتن و او به هیچ کسی نیازمند نیست و همه به او نیازمند هستند این افضل و ذکر که لا اله الا الله هست کلید ورود به دین و به اسلام و به امنیت و آرامش حقیقی تلقی میشه و با مؤمن همون طوری که از ابتدا همراه بوده تا آخر حیات باید همراه باشه یک کلیدی هست که شاه کلیدی هست که از ابتدا از ابتدای حرکت مثبت انسان بر مسیر عبودیت در اختیار در دستش باید باشه و تا نهایت و آخرین لحظات حیات که آخرین کلمش لا اله الا الله باشه باید باید در اختیارش باشه این شاکلیدی هست که کل حیات و ممات انسان رو در برد و همه اینها رو در مسیر عبودیت الله متعال قرار میده در موارد مختلف این شاکلید به طور خصوص و ویژه برای تجویز شده است و ما به طور عموم از کاری رو که انشالله مطرح خواهیم کرد با توجه به موقعیت ها و, و اهمیت هایی که و نقش های معنایی و محوری که داره به طور مفصل خواهیم گفت ولی کلمه توحید و لا اله الا الله رو از ابتدا که ما میگیم تا میایم داخل از تا داخل نماز که به همین صورت در تا خاتمه این نماز تشهد این تکرار میشه و در بعد از نماز و در کل حیاتمون در عبادات های متعدد این جمله جا داره برای اینکه بهتر بتونیم نقش این جمله بنیادین یا این برترین ذکر رو در نظر بگیریم چند مورد رو من یادآور میشن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و این موارد رو به طور ویژه با این ذکر توصیه کردن وإن ما وارد خاتمية خاتمة بعد الزواج هست. كبعض ما منكم من أحد يتوضأ الزواج رأي الزواج هم تكمل كارت ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها رواه مسلم این رو امام مسلم روایت بکنه از عقبه ابن عامر که هیچ کدوم از شما بعد از وضو وضوش تکمیل نمی کنه و نمیگه این جمله رو اشهد ان لا اله الا الله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله این جمله رو نمیگه مگر اینکه براش درهای هشگانه بهشت باز میشه یعنی این جمله در برگیرنده تمام راه های عبودیتی هست که ما رو به دروازه های بهشت می نسونه. با فهمش، با درکش، با تطبیقش، با تعمق روش و با رعایت کردن مصادیقی که در برداره چیز جالب این هست که اونجایی که شهادت توحید هست ما دو شهادت داریم شهادت سوم وجود نداره که بهش اضافه کردن اون شهادت سوم بدعتی هست که متاسفانه با نام ولایت و دوستی اهل بیت بر دین اضافه کردن این هم در زمان قاجار در واقع اضافه شده در اذان و در اقامه در حتی در فقه تشیع هم این وجود نداشته زمان قاجار تو ایران اینو رواج کردن اشهد ان علی ام ولی الله رو در اذان و در اقامه وارد کردن فاصله چندانی هم نیست با اینا. با این موقعیت که ما هستیم ولی متاسفانه هیچ کسی هم توجه نمیگونه که عبادت مطلقی که الله متعال به عنوان اذان و اقامه برامون تا این کده چطوری ما بتونیم درش بعد از سیزده قرن چیزی رو اضافه کنیم و شهادت سوم رو به دو, شادت شهادت اصلی اضافه کنیم رابطه شهادت دوم با سوم در واقع رابطه, رابطه تطبیقی هست نه تکمیلی تطبیقی که شهادتی که ما میدیم در قالب توحید عبودیت یکتای الله متعار رو میرسونه می و این عبودیت عملا ممکن نیست که تطبیق بید، مگر با اینکه رسالت خاتم المرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه و رو بپذیرید و بهش پایبند بمونید در نتیجه شاده دوم در واقع تطبیق عملی شهادت اول است یا شهادت دوم در واقع بخش یک سکه ای هست که روی دوم سکه به شما رو میاد روی اول سکه توحید الله هست یک تاهی الله هست شهادت دوم شریعتی هست که در نبوت محمد رسول الله صلی الله علیه و برامون انتقال پیدا کرده که اطاعت اون بر مبنای اون توحید بر ما واجب میاد در نتیجه این دو شهادت در, حقیقت جنبه تطبیقی با هم دارن این دوم تطبیق شهادت اول به شمار میاد عبادت الله متعال عملا یکتایی الله متعال رو عملا نمیتونه انسان در زندگی خودش تنفیذ بکنه و نشون بده مگر اینکه شریعت خاتم المرسلین رو بشناسه و بهش پای بند بشه و بقیه شرایطی هم که میدونید که اضافه بر اینکه منسوخ شده هست اضافه بر اون دوچار تعریف هم شده و چیزی در اختیار ما با امانت وجود نداره که ما بتونیم ادعا کنیم که اینها هم شریعت الهی بوده یا میتونه باشه بر حال این شهادت یعنی شهادت توحید در موارد مختلف برامون یاد آوری یاد آورنده چند موضوع هست اولین موضوع در خاتمه همین شهادت میگه لا اله الا الله وحده لا له له الملك حاکمیت و له الحمد صفات کمال و هو على كل شيء قدير اقتدار کامل الله مطلق لا اله الا الله وحده لا له له الفضل و له النعمه و له الثناء الحسن فضل مال اون هست نعمت مال او هست و و صفات شایسته هم کمال هم مال او هست لا اله الا الله وحده و لا شریک له لا نعبد الا ایا عبادت نمیکنیم بندگی نمیکنیم مگر او رو و این عبادت بندگی با ایمان به و اطاعت سنت نبوی صلی الله علیه میتونه محقق بشه از الله مطالب می که این کلمه شهادت رو هم برامون به عنوان ذکر دائم و ثابت سر زندگیمون قرار بده و با این کلمه ما رو زنده نگه داره و آخرین الفاظی که به زبانمون در این دنیا میاد باز هم کلمه توحید و شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله باشه الله یار و نگهدارتون باد السلام علیکم و رحمت الله و برکات